رفقا حالتون چطوره؟ یک ویدیو اورژانسی براتون بگیرم از بیت کوین و بگم که حالا چه اتفاقی میفته. اخبار فاندایی که اعلام شد متاسفانه این دفعه از سمت روسیه بود و اومد گفتش که آقا ممنوعیت و فلان اینا. به نظر خود تکراری نشده، یه بار چین میگه، یه بار آمریکا میگه، یه بار روسیه میگه، یه بار انگلیس میزنه، هر دفعه یکی میاد یه سودی میبره میره. یعنی چی حرف این حرفی که میزنی سعید؟ یعنی چی؟ چرا فکر کردی روسیه ای که یک عالمه ماینر داره، یه عالمه حمایت میکرد، دوباره اومده گفته آقا ممنوعیت؟ اونم یه اخبار آوکی ها، یعنی خیلی هم هنوز تصویب بشه و فلان این داستانو اینجوری نداریم. پس چی میخوام بهت بگم؟ میاد یه سطحو میشکونه، میدونن اخبارو کجا اعلام کنن، دقیقاً کجا نقطه‌ای که قراره اینجا بشکونه بازار، پول بک بزنه روی 43,700 و برگردی بیاد بشه 48 و 49 و 50. پس ببین هدفمند اخبار ارائه میشه. ما باید چی کار کنیم؟ یعنی تو باید چی کار کنی در مقابل این اخبار؟ مگه اینجا اخبار فاندا نداشتیم؟ مگه اینجا اخبار فاندا نداشتیم؟ مگه اینجا اخبار فاندا نداشتیم؟ ببین هر جایی که این اتفاق افتاده بعدش دوباره صعود داشتیم. چرا؟ چون نهنگا اومدن سنگین خریدن و به قول راننده تاکسی ها میگن آقا کار خودشونه. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ حالا ما باید چی کار کنیم؟ اگه تکنیکالی بچه ها بخواین رو پرایس اکشن و تکنیکال بخواین کار کنین، ما یه سطح 30 و اینجا رو میگم، یه کف 37 و 150 و 200 داریم. میخوام همین الان بکشم سعید رو بذاریمش این بعد. ببین قربونت، کف بعدی که بخواد اتفاق بیفته اینه. خب من یه کف اینجا دارم که اگر بخواد این طبقه رو باهاش تست کنه، روی این عدد میتونم منتظرش باشم. آیا میرسه سعید؟ من با این اخبار و با این ریزش که حالا دنیا بیدار شه از خواب و اخبار رو بشنو فلان اینا، من فکر میکنم برسیم به اینجا. ولی قبلش چه اتفاقی میفته؟ قبلش شما باید دیلی منتظر بسته شدن این کندل باشی که چند ساعت دیگه است؟ 14 ساعت دیگه. یعنی امشب این کندل اگر شادو بشه برگرده بالای 39.40، چه اتفاقی میفته؟ فرداش یه پولبک میخوره به همین سطح اینجا شکونده، یعنی 41 40 45، یا عدد 42150 که سقف این کانال باشه. اینم ورش دارم. خب من میام یک کف جدیدم برای خودم الان میکشم، اینو شکون دیگه، اینو فعلا ورش میدارین. رو پرایس اکشن و تکنیکال میگم، حالا بعد بهت میگم داستان کلی چیه بازار. پس منتظر این شدوه یا ریزش تا این کف ما هستیم توی تایم فریم دیلی. فعلا پرنوسانه به نظر من بچه ها. امروز و ما مثلا دیروز اومدیم یه سری به بازار زدیم و یکم تو فیوچر سود دادیم و اومدیم بیرون. خب دیشب اومدم اعلام کردم تو استوریا، بچه های یوتیوب که این فیلمو میبینن، توی کانال وی آی پی، کانال فیوچرز اسپات و کانال حالا وی وی آی پی که هستن تو ستا کانال، توی اینستاگرام استوری ها. خب اومدم گفتم آقا هشدار ریزش. این هشدار ریزش به چه منزل است؟ یکی که زبل بلده این کار است و اون آموزش ها رو دیده میگه اه سعید گفت ریزش پس میریزه. خب بنده خدا اومده روی تیشرتی که من تنم میکنم قرمز میاد خرید و فروش میبنده. این تو ببین اینا دیگه چجور آدم هایی هن. خدا وکیلی از آب کره میگیرین شما ها، دمتون گرم. اینو نمیگم یعنی بد ها، یعنی میگم دمتون گرم، حرفه‌ای کار میکنین تو بازار. بعد اومدن چیکار کردن؟ اومدن سل شورت گرفتن تا خود 38. تا کجا بود؟ پیام فرستادن اون 38 اینجا تا اینجاها، تا هم دقیقاً بیخش سل شورت. پس بچه‌ها پرایس اکشنی بخوایم نگاه کنیم، منتظر این کف و سقف میمونیم، یعنی سقف 39000 تا 41200، و اگر کف رو بخوایم ببینیم 37 و 100 200. آیا 40 شکست دیگه اعتبار بازار از بین رفت؟ نه. بیاین بریم اینجا حالا اینو داده های کلی رو بده. پس کف و سقف رو بچه ها بهتون گفتم، این فعلا داشته باشین تا بریم اینجا بر روی
آقا کل بازار، اونایی که ویدیوی دیروز رو دیدن، بچه ها من اومدم گفتم آقا ما یک کف حمایتی داریم که هر بار به این برخورد کرده پریده بالا. دیروز هم یادتون باشه اینجاها بود، گفتم میتونه تا این کف یه سری بزنه تا اینجاها حتی پایین ترین و بعد برگرده بالا. خب اینم یه موضوع دیگه که دقیقا همین اتفاق افتاد. دامیننس بیت کوین چه اتفاقی براش افتاده؟ دامیننس هم بچه دقیقا رو کف حمایتشه که هر بار به اینجا خورده ببین چی شده، دوباره پرتاب شده، دوباره یه کوچولو اومده بالا، دوباره بازم داره میاد بالا. پس این دامیننس فعلا پول وارد بیت کوین داره میشه. اتریوم هم که بعد از اون شکست خط روند تو دیلی اگه بخوایم چکش کنیم یه مووینگ 200 براش زدیم، آره EMA، و یکی دو سه روزه بچه کندل زیر این بسته. اتریوم ممکنه تا به نظرم منم تا 2700-800 هم من چیدم، یعنی خریده برام 2850 رو خریده بود، 2800 نخریده بود صبح. اونم حالا اتریوم هم باز براتون تحلیلش میذارم. دیگه چی رو بگم؟ آها اینو ما کارش داشتیم. دیروز تو ویدیوی دیروز گفتم آقا امیدوارم این کفه که میخوره اینو بشکونه بیاد تو طبقه پایین تا مووینگ 200ش، ولی دقیقاً برعکس اون دامیننس تتر بچه‌ها هر وقت پول از آلت کوین ها و بیت کوین خارج میشه این رشد میکنه متاسفانه، و این اتفاق افتاد تو این کندل امروز که خیلی هم چاق و هیئتی داره میره دیشب و امروز و اومد بالا، و اگر بخواد بالاتر بره خب مسلما پول از بازار خارج میشه و اونا ریزش های بیشتر رو شاهد خواهیم بود. کلیت بازار هم بچه ها بازار قرمزه. یه نکته رو همیشه یادت باشه، توی فرصت ها بخر، یعنی تویی که این یک دقیقه رو خوب گوش کن، یادت 4000 بود، 4300، 400 بود، همه تون میرفتین اتریوم میخریدین، بیت کوین میخریدین، 60000 تا 50000 او رفت والا 100000 تا شد فلان اینا، میگفتم اونایی که واسه شون ولت چیده بودم یادتونه، بهتون میگفتم حالا اونایی که ولت چیدم خودشون یادشونه، میگفتم وایسین 45 40 38 داداش 38 دیگه بیت کوین کجا میخواد بیاد؟ اومد امروز 38 و 200 رو دید و یه پله. اونایی که واسه شون بلد چیده بودم امروز خرید کرده براشون، دو سه تا پیام هم ریخت فرستاده بودن برام که پیچامون باز شد. خب حالا کاری به اون نداریم. اینجا پس 38 و 39 رو دید، احتمال داره بره بالا از همینجا. ببین من برآوردم اینه، بریم برآورد BTC USDT. خب یه نکته بگم، پس اونایی که هولدر هستن یه پله آخرشون هم که 37.8 بود خریدن. یکی دیگه نوشته بود سعید تو میگی باز خریدم، اوردر خرید چیده بودی تو اینستا، کجا فروختی؟ این سقفه یارته گفتم نصف اونایی که این پایین خریدم تا خرخره خریده بودن، یعنی واقعا هر چی تو بگی من دیگه واقعا پول نداشتم. خب اینجا نصف اینجا رو خالی کردم، دوباره چیدم اینجا ها واسم خریده، یعنی همین الان باز دوباره پول ندارم. این تا اتریوم 2650 چیدم بخره، با 50 تا 50 تا اتریوم همینجور چیدم بخره واسم. پس تو هم اگه خواستی این کارو میتونی بکنی، سیگناله، و وقتی برگرده بالا یه پول بک به این سطح بزنه تو دوباره میتونی یه سیو سود بکنی. میرسه به اینجا قطعاً میرسه، تو بازار قطعیت میگن وجود نداره دیگه. خب من میگم آقا قطعاً به این قیمت میرسه 41 42، اینجا دوباره یه پله خالی شو، حتی اگر 35 هم ببینه این باز 41 رو باید ببینه. گرفتی چی میگم؟ پس تو نگران نباش، تو همچنان باید منتظر چی باشی؟ منتظر شکست شدن این خط روند. میبینی حتی اگه 30000 دلار بیت کوین هم دید تو اجازه فروش نداری چون بالا خریدی، باید صبر کنی، میانگین خرید کم کنی. تویی که پول نداری باید صبر داشته باشی، یا صبر یا پول، جفتش برابره، جفت اینا رو داشته باشی به سود میرسی تو این بازار، و نگران بازار نباش. اونی هم که تریدره دیگه بلده، من استراتژی شخصی خصوصیمو یاد دادم، منم استراتژی خط روند رو یاد دادم، مکدی رو یاد دادم، EMA رو یاد دادم، نمیدونم مووینگ اوریج رو یاد دادم، RSI رو، یا هزار تا اندیکاتور بهت گفتم که آقا با این استراتژی ها و روش ها خیلی ساده تر تو میتونی پول در بیاری و خیلی سریعتر پول در بیاری. پس بشین همونا رو یاد بگیر، کف و سقف شروع کن خرید و فروش کردن. اینم در مورد تریدرها. دیگه چی بگم؟ همین
اونایی که تو یوتیوب و اینستاگرام حتما فالو کنین، چون اونجا به لحظه تر و به روزتر استوری سریع میذارم و اطلاع رسانی بهتون میکنم، هم ریزش ها، هم سود ها، هم سیگنال رایگان. اونایی هم که تو اینستان لطفا حمایت کنین، یوتیوبمون رو سابسکرایب کنین. دمتون گرم رفقا، مواظب خودتون باشین و برام حتما نظرت رو تو کامنت بنویس. آیا ما CC1 رو میبینیم؟ میخوام نظر شخصیت هم بدونم، مثلا به نظر CC1 رو میبینه بازار یا از همینجا برمیگردیم و این خط سبز رنگ خوشگل ما رو میشکونه میره بالا یا نه. نظرت رو حتما برام بنویس. موفق باشی، فعلا.